اسم گیاه کاتالیا لنسیفولیا که معمولا به نام گیاه مار زنگی یا گیاه دعا یا نیایش هم نامگذاری شده یک گیاه آپارتمانی محبوبه و به دلیل ساختار شاخ و برگی که داره به این نام نامگذاری شده ویژگی منحصر به فردی که داره که امروز قراره در مورد او صحبت کنیم نام علمی گیاه کاتالیا لنسیفولیا هست و نام های محلی به نام گیاه مار زنگی و گیاه دعا یا نیایش هم نامیده میشه. دوستان عزیز سلام امیدوارم که حال همگی شما خوب و خوش باشه حسین آقا حسینی هستم با یک ویدیوی جدید در مورد دنیای بیولوژی امروز قراره گیاهی به نام کاتالیا لنسیفولیا یا گیاه مار زنگیر برای شما معرفی کنیم خصوصیات جالب و جذابور اون برای شما بگیم و این گیاه آپارتمانی برای شما معرفی کنیم اگر الان به موضوعات زیست شناسی حتما کانال رو سابسکرایب. سابسکرایب کنیم ابتدا در مورد شاخ و برگ کاتالیا لنسیفولیا برگ های ایگیا همونطور که در تصاویر میبینیم برگ های سبز و نیزه شکل طرح جالب و جذاب داره برگ های سبز معمولا لکه های سبز تیره در حقیقت روی این برگ وجود داره و یک ساختاری مشابه پوست مار زنگی ایجاد کرده و به همین دلیل هست که به اینام نامگذاری شده یکی از خصوصیات جالب ای گیاه اینه که در حقیقت این برگ ها حرکت دارن مخصوصا در موقع شب که به نام نیکتیناستی گفته میشه این خاصیت به این معنی است که برگ در پاسخ به نور در تاریکی حرکت میکنن در شب برگ به سمت بالا جمع میشن و شبیه دست های در حال نماز یا نیایش ایجاد میکنن و به همین جهت هست که به نام گیاه نیایش یا گیاه دعا هم نامگذاری شده ارتفاع گیاه معمولا زمانی که در داخل خانه رشد میکنه چیزی در حدود بین دو تا سه فوت یعنی حدود 60 تا 90 سانتی متر زیر یه متر هست حدودا به همین جهته که یه گیاه بیشتر روی میز یا به عنوان یه گیاه تزئینی مثلا در گوشه خانه یا در تراس ها نگهداری میکنه معمولا کاتالیا لنسیفولیا یا گیاه مارزنگی نور مورد نیازی که لازم داره نور روشن و غیر مستقیم رو ترجیح میده و اگه نور خورشید به صورت کاملا دایرکت یا مستقیم به تابه سبب سوختن برگ های گیاه میشه معمولا این گیاه در شرایط نوری ضعیف زیر سایه درختها یا درختهای بلند زندگی میکنه و نورهای ضعیف تر بیشتر ترجیح میده نسبت به نور مستقیم این گیاه شرایط گرم و مرتوب بیشتر دوست داره محیط جنگل دوست داره مخصوصا جنگل های بارانی گیاه معمولا باید در اتاقی با دمای حدود بین 18 تا 24 درجه سانتیگراد نگهداری کنیم و سعی کنیم سطح رطوبت چیز در حدود 50 درصد باشه میشه برای از اینکه رطوبت گیاه حفظ کنیم گیاهر داخل یک سینی قرار بدیم و داخل سینی پر آب باشه یعنی گیاه در یک محیط مرتوب قرار بگیره گیاهر باید به طور منظم آبیاری کنیم تا خاک به طور مداوه مرتوب باقی بمانه اما خیلی قرقاب نباشه قبل از آبیاری مجدد اجازه بدیم که حدود یک اینچ بالای خاک خشک بشه در حقیقت گیاه مارزنگی هم به آبیاری بیش از حد و هم به آبیاری خیلی کم حساسه بنابراین باید یک تعادل ما ایجاد کنیم تا خیلی زیاد آب هم ندیم خیلی کم هم آب ندیم برای اطمینان از هوادهی مناسب و حفظ رطوبتی که حفظ رطوبت خاک بهتر اینه که خاک گلدان رو زهکشی کنیم و کاری کنیم که هوا یک جریان رفت آمدی بین بیرون و درون وجود داشته باشه معمولا این گیاه رو برای رشد خوب از کودهای مایع مخصوصا در فصل بهار و تابستان و هر چهار هفته تا شش هفته یک بار استفاده می اه... کوددهی و باید مراقب آفاتی مثل انکبوتا و شپشک های کوچیک باشیم و در حقیقت این گیاه کاتالیا لنسیفولیا به آفات گیاه آپارتمانی خیلی حساسه باید مواظب باشیم برگهای مرده و زرد سری باید جمع کنیم تا در حقیقت تاثیر روی کل ساختار گیاه نذاره گیاه مارزنگی یا کاتالیا یا لانسیفولیا یک گیاه آپارتمانی خیلی جالب و جذاب و منحصر به فرد بود که در تصاویر دیدیم اما برای رشد داخل خانه باید مراقبت خاصی ما نسبت داشته باشیم و با داشتن شرایط مناسب و توجه به نیازهای او میتونیم یک گیاه خیلی خوب و جذاب در خانه داشته باشیم گیاه مارزنگی اوریجین او یا منش از او بومی جنگل‌های بارانی استوایی کشور برزیل هست ریشه او از برزیله این گیاه بخشی از خانواده سیاه ها هست که در حقیقت گیاه در زیر زمین گرم جاهای گرم و مرتوب و سایدار و جنگل های بارانی رشد میکنه امیدوارم از ویدیو لذت برده باشیم با یک گیاه جدید آشنا شده باشیم موضوع ما تنها گیاهانیه در مورد دنیای حیوانات و کل دنیای بیولوژی ما هر دو روز یه بار مطلب داریم اگر به موضوعات زیست شناسین حتما کانال سابسکرایب کنم. روز همه شما بخیر، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.